به تصویر کشیدن آوارگان روهینگیا نوشته پاتریک دارسی برگردان شهاب بیزایی بنگلادش شرقی که روزگاری متشکل از زمین های شیبدار سبز رنگی بود پوشیده از درختان اینک خاکی سرخ و خون ریز است آناستازیا تیلور لیند عکاس خبری که در اوایل ماه اکتبر به شهر کاکس بازار در بنگلادش سفر کرده میگوید این سرزمین تا چشم کار میکنه پست و بلند تپه هایی که جنگل هاش نابود شده. این تپه ها هموار شدن تا چادرهای موقتی رویشان برپا شود. چادرهایی که باید سرپناه صدها هزار انسانی شوند که رنج سفری ناگزیر و خطرناک را در جستجوی امنیت بر خود هموار کردند. این پناهندگان مردم روهینگیا هستند. مردمی که اغلب مسلمانند و در سرزمینشان میانمار در زمره اقلیت ها هستند. ارتش میانمار که برای مردم روهینگیا از لفظهای مسلمانان و بنگالی ها استفاده می کند، مدعی است که آنها تروریست هستند و اینک آنها را هدف حمله هایش قرار داده است از اواخر ماه اوت بیش از 200 روستای مردم روهینگیا در ساحل غربی کشور توسط نیروهای حکومتی در آتش سوخته و شاید هزاران تن از این مردم کشته یا زخمی شدند بنابر گزارش های سازمان ملل تنها در دو ماه اخیر بیش از 600 هزار تن از پناهندگان روهینگیا به بنگلادش گریختند تا از این خشونتها فرار کنند. تیلر لین میگوید تعداد مردمی که در چنین مدت کوتاهی از یک محل گریختند تقریبا بی سابق است. این اردوگاه پناهجویان روز به روز بزرگتر میشه. تیلر لین که از همراهان گفتگوهای تد مستقر در لندن است برای یک مأموریت حقیقت از جانب سازمان دیدبان حقوق بشر به بنگلادش سفر کرده است این سازمان در حال تحقیق و مستندسازی رخدادی است که نامش را جنایت علیه بشریت از سوی نیروهای امنیتی میانمار علیه مردم روهینگیا گذاشتند از آنجا که دولت میانمار هرگونه دسترسی خبرنگاران و بنیادهای امدادرسان به اقدامات بشردوستانه را مسدود کرده سازمان دیدبان حقوق بشر روایت های نجات یافتگان این کشتارها را در اردوگاه های بنگلادش جمع آوری می کند تا با بهرهگیری همزمان از تصاویر ماهواره‌ای ای ابعاد خسارات و ویرانی ها را ارزیابی کنند تیلر لین گوید کار من پیدا کردن راهی برای نمایان کردن اتفاقاتی که داره اونجا میفته بخش عمده وقت من صرف تهیه پورتری کسایی میشه که اینجا در بنگلادش دور از وطن به سر میبرند و به عنوان شاهدان عینی دادند. پیتر بوکارت متصدی برنامه های ویژه دیدبان حقوق بشر که تحت تاثیر پرتره های لیند از حوادث انقلاب سال 2014 در اوکراین قرار گرفته بود او را دعوت به همکاری کرد تا از پناهندگان روهینگیا عکس بگیرد عکس هایی که به انضمام تحقیقات گروه او در می آمدند بوکارت در نامه ای به تد می نویسد کار ما در دیدبان حقوق بشری نیست که تنها اتفاقات وحشتناک را مستند کنیم اهمیت کار ما در این است که در هنگامی که کشتارها در جریان هستند، می متوقفشان کنیم. ما این کار را تنها با استفاده از کلمات نمی توانیم انجام دهیم. یک عکاسی قوی محور کاری است که ما می کنیم. ظاهرا این مناقشه محصول قرن کشمکش نژادی بین اقلیت مسلمان روهنگیا و اکثریت بودایی در میانمار است. بحران کنونی در 25 اوت 2017 آغاز شد هنگامی که گروه نظامی روهنگیا یک سلسله حمله را به یک اردوگاه نظامی و سی پاسگاه مرزی میانمار ترتیب داد دیدبان حقوق بشر گزارش می‌دهد که نیروهای امنیتی میانمار در واکنش به این حملات به کشتاری گسترده در روستاهای روهنگیا در شمال ایالت راخین دست دادند که از غرب با خلیج بنگال و از شمال با بنگلادش هم مرز است ترلیند که تعدادی از پورتراهایش از روهینگیا را در اینستاگرام عرضه کرده میگوید من از کودکای عکس من از کودکای عکس گرفتم که زخم قمه بر سر داشتن و بسیاری از مردان جوون و همچنین کودکانی با زخم چندین گلوله بر سینه از زنان و کودکانی عکس گرفتم که با آثار سوختگی وحشتناکی به اینجا رسیدن همچنین زنانی که کودکانشون پیش بهشون کشته شدند اونقدر اونها را زدن تا جان سپردند و در برخی موارد نوزادها از آغوش مادرانشون بیرون کشیده شده و همونجا کشته شدند اغلب ها که از این کشتارهای جمعی جان سالم به در میبرند شبانه از میانمار میگریزند و با هم از ارز رودخانه نف گذر کرده و به بنگلادش میرسند سپس نیروهای مرزی بنگلادش این پناهجویان را همراهی می کنند تا به جایی بروند که خیلی سرسری میتوان آن را اردوگاه دانست جایی که تیلر لیند میگوید اونا رو کنار جاده از پشت کامیونا پیاده و رها می کنند او گزارش می که آنجا آب و غذا کم است و به دلیل کمبود توالت های عمومی اوضاع بهداشتی بسیار وخیم است مراقبت های پزشکی ناکافی است و با توجه به این واقعیت که الان در آسیای جنوبی در میانه فصل باد و باران های موسمی هستیم به تناوب سیل جاری می شود و مقدار زیادی گل و لجن به جا می ماند. بیشتر مردم روی زمین بدون هیچ کفپوشی زیر چادرهای موقتی ساخته از پلاستیک سیاه رنگی زندگی می کنند که اسکلت و ستونش از بامبوست. تیلر لین می گوید اوضاع بسیار هولناکیه. مردم بیچاره، گرسنه، دچار ضربه های شدید روانی و اغلب ناامیدن. تا کنون هیچ چیزی شبیه به این ندیده بودم. در ابتدا تیلر لین در اردوگاه ها چند ده پرتره از مردان و زنان روهینگیا و کودکانشان گرفت که از کشتارهای جمعی در روستاهایشان جان سالم به در برده بودند. پس از اینکه مصاحبه یک پناهجو با دیدبان حقوق بشر تمام می تیلر لین به واسطه یک مترجم از آن شخص نجات یافته می پرسید. اجازه می دین رو بگیرم؟ میشه ماجرای شما رو نقل کنم؟ بعد در حالی که داشت نور را میسنجید و مقدمات عکس را فراهم میکرد و دیافراگم را تنظیم میکرد و مترجم هم باز دهنده نور را نگه می داشت پناهجو رو به رویش می نشست می گوید وقتی دارم کار می کنم بلند حرف می زنم و هر کاری رو که دارم می کنم توضیح می دم. جلسات عکاسی که معمولا سی دقیقه طول می کشند عمدتا در فضایی تو هم با سکوت برگزار می شوند ترلین می گوید می خواستم جوی مثل کلیسا یا مسجد ایجاد کنم می خواستم از شلوغی و سر اردوگاه بکاهم به این امید که لحظه پیش بیاد که تجربه اونها در صورتشون منعکس بشه در طرز جلوه کردنشون یا شیوه نگاه کردنشون به من و چیزی رو نشون بده که من نمیتونستم از اون عکس بندازم وقتی که جلسه عکس برداری تمام میشد او عکس را روی صفحه پشت دوربینش به این نجات یافتگان نشان میداد بعدا عکس ها را در فروشگاه های محلی چاپ میکرد و میتوانست به هر سوژه عکسی از خودش رو بدهد که میتوانست برای خودش نگه دارد تلرلین لین میگوید اغلب مردم عکسی با خودشون ندارن چون خونشون رو دست خالی ترک کردن بیشتر مردم عکس از دست رفتگانشون رو ندارن میتونین رو بکنین نداشتن عکس کسی که از بین رفته میتونید تصور کنین که برای اینکه بخواین بدونین عزیز از دست رفتتون چه شکلی بوده فقط بتونین به حافظتون اتکا کنین به نظر تیلر لیند این پورتره ها نوعی همراهی ما نجات یافتگان است دادن فرصتی به روهینگیاها پس از از دست دادن بسیاری از چیزها دادن صدایی به آنها او میگوید فکر نمی کنم که خودم به تنهایی این عکس رو گرفته باشم این تنها عکس من از رشیده نیست عکسیه که با هم گرفتیم یه نوع همکاریه تیلر لین پس از گذراندن 26 روز در اردوگاه رو ها به لندن بازگشته و مشغول ویرایش عکس هایی است که در بنگلادش گرفته است علاوه بر افزایش آگاهی بین المللی در رابطه با جنایاتی که در میانمار در حال ارتکاب است به همراه شهادت هایی که سازمان و دیدبان حقوق بشر فراهم آورده شاید روزی او مدارک این جنایات را بتواند با عکسهایش فراهم کند این اولین باری است که آثارش به چنین منظوری استفاده می شوند. او میگوید این خیلی مهمه که کسایی که مسئول چنین جنایاتی هستند بازخواست بشن و وقتی که این اتفاق بیفته این مدارک این شهادتها و این عکس شاید نقش خودشون رو ایفا کنند او همچنین امیدوار است که پرتره‌های او هرچند در ابعاد محدود تأییدی مجدد بر انسان بودن بازماندگان روهینگیا باشد پناهجویانی که اینک در بنگلادش در میان گلولای به سر میبرند تیلولین میگوید چیزی که منو بسیار مجاب کرد تا در اونجا کار کنم اشتیاق مردم بود اشتیاقشون به اینکه ازشون عکس گرفته بشه این یه پاکسازی قومی و نژادیه و من دارم از کسایی که جون به در بردن عکس میگیرم شاید یه عکس گواهی بر زندگی باشه به هر